درود به همه بیننده عزیزم آدریان هستم باش پسونه خودتون خوش اومدین امروز میخوایم با هم یه شیرنی بسیار معروف و خوشمزه خونگی آموزش بدیم به نام شیرنی رشته خوشکار یکی از بهترین دستوراییه که توی خونه میتونید این شیرنی خوشمزه رو درست کنید با من همراه باشین با ادامه ویدیو برای شروع کار داخلی کاسه بزرگ دو پیمانه آرد گندم داریم که این آرد رو باید دوبار علک کنید و بعد یک پیمان آرد برنج داریم که اضافه می کنیم به آرد گندممون. سه پیمان شیر داریم که تو این مرحله شیر رو اضافه می کنیم. شما میتونید از یک پیمان آب و دو پیمان شیر هم استفاده کنید. کل مواد رو با همزن دستی مخلوط می کنیم تا کاملا موادمون اون یک دست بشه. مواد مایه رو دوبار صافی می کنیم تا گلوله هایی که داخل مایمون هست جدا بشه. غلظت مواد هم باید به همین صورتی که داریم میبینین شده باشه مواد مایتون اگر سفت بود از کمی شیر یا آب و اگر شل بود از کمی آرد استفاده کنید این مواد رو به مدت یک ساعت میذاریم استراحت کنه میریم که با هم ادامه رو دنبال کنیم تو این مرحله باید مواد میانی رو درست کنیم 130 گرم گردو داریم به همراه 4 تا 5 تا دونه هل یا میتونید نصف قاشق چای خوری پودر هل هم استفاده کنید دو قاشق غذاخوری شکر یک قاشق غذاخوری پودر دارچین و کمی جوز هندی بعد از این مرحله کل مواد رو آسیاب میکنیم و میذاریم کنار برای درست کردن این شیرنی به قالب رشته خوشکار نیاز داریم که در به اون به این صورته که راحت میتونید لوازم قنادی به صورت آنلاین سفارش بدید بیننده های عزیزی که برای اولین بار در این ویدیو رو تماشا میکنین برای حمایت کردن از کانال سبسکرایبش کنید و برای مطلع شدن ویدیو جدید روی شکل زنگوله کلیک کنید تو این مرحله یه روی حرارت میذاریم کمی روغن میرزیم و به کمک دستمال کاملا تابتون رو چرب کنید مواد رشت خشکا رو میرزیم داخل قالب مواد باید جوری باشه که به راحتی از قالب خارج بشه به همون صورت که گفتم اگر سفت بود کمی آب یا شیر اضافه کنید و اگر شل بود کمی آرد حالا به همین صورت که داریم میبینین تابتون که گرم شد مواد رو به صورت افقی و عمودی داخل تابه میریزیم کار سختی نیست امکان داره بار اول یا دوم نتونین به این صورت داخل تابه بریزید ولی مشکلی نیست با چند بار تکرار به راحتی میتونید درستش کنید و هیچ مشکلی نیست وقتی لبه های خمیر از تابه جدا بشه نشونه اینه که خمیرتون پخته شده و از تابه باید جدا کنید موندن زیادی این خمیر داخل تابه باعث میشه که رشته خوشکارتون در بیاد یه بار دیگه مواد رو داخل تابه میریزیم و به همین صورت که داری میبینین خیلی راحته هرچی این شیارها رو بتونید نزدیک به هم درست کنید در پایان خمیرتون شکل قشنگتری به خودش میگیره و الان هم به راحتی میبینید که از تابه جدا میشه میذاریمش روی تخته و ادامه کار با هم میبینیم تا زمانی که خمیرتون گرم هست باید رشته خوشکارمون رو ببندیم به این صورت که داره میبینید دو طرفش رو تا کنیم یه قاشق غذاخوری هم مواد میانی رو ابتدای خمیر میریزیم و به همین صورتی که داریم میبینید باید خمیرتون رو ببندید دو طرف خمیران به کمک دستاتون فشار بدید تا بسته بشه اضافه خمیران به کمک یه چاقو ببرید تا شکل ظاهری رشته خوشکارتون قشنگ بشه به همین راحتی که دیدید میتونید مواد میانی رو داخل خمیر بریزید در همین حینی که دارین خمیرتون رو میبندین باید حواستون به تابم باشه یعنی تا زمانی که این خمیرها داغ هستند باید مواد میانی رو داخلشون بریزید و نباید بذارید خمیرها زیادی توی تابه بمونه پس برای اینکه یه رشته خشکار خوب و با کیفیت داشته باشید به این نکته باید توجه کنید تمامی مواد خمیر رو داخل تابه سرخ میکنیم رشته خشکارمون رو میبندیم و ادامه کار رو با هم دنبال میکنیم تو این مرحله بعد از اینکه خمیرها رو آماده کردیم باید اونها رو سرخ کنیم داخل تابه کمی روغن میریزید و اونها رو داخل تابه میچینید میذاریم دو طرف خمیرامون کاملا طلایی رنگ بشه بعد از این مرحله از تابه خارج میکنیم سطح رشتا به همین صورت که داریم میبینیم طلایی رنگ بشه کافیه بعد از این مرحله باید شهد رشته خوشکار رو آماده کنیم میریم که با همه رو دنبال کنیم برای درست کردن شهد نیاز داریم به یک چهارم پیمان آب نصف پیمان شکر و یک چهارم پیمان گلاب همه این مواد رو داخل تابه میریزیم میذاریم روی حرارت تا شکر حل بشه بعد از اینکه شکر حل شد میذاریم مواد به همین صورت که داریم می‌بینید 5 دقیقه بجوشه و رشته خشکها رو داخل شهدمون قرار میدیم رشت خشکا رو نباید بذارید زیاد داخل شهد بمونه چون باعث نرم شدن خمیر میشه سری باید رشتا رو برگردونید بعد از اینکه به شهد آغشته شد از تابه خارج میکنید حتی میتونید رشته خوشکار رو بدون شهد درست کنید و از اصل استفاده کنید همه ی رشته خوشکار رو به همین صورت دیدید آغشته شهد میکنیم و پایان کار رو با هم میبینیم بینندای عزیز رشته خوشکار ما آماده شد مثل همیشه تقدیم شما یکی از معروفترین و خوشمزه ترین سوقات های گیلانه و دستوری که امروز با هم دیدیم یکی از بهترین دستورهایی که میتونید شیرین خوشکار رو توی منزل درست کنید امیدوارم از دیدن این برنامه لذت برده باشید هر که هستید شاد و پیروز باشید مثل همیشه لایک و به گذاری و فراموش نکنید تا درودی دیگر بدرودتون